عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شیعیان محب و موالی آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام. خوشا به سعادت همه کسانی که در این دو ماه، ماه محرم و صفر، با عرض ارادت و عزاداری و تعظیم شعائر حسینی هرچه بیشتر خودشون رو به دستگاه و مکتب آقای امام حسین علیه السلام نزدیک کردن و دل بی بی دوالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو باهاش همدردی کردن و به دست آوردن. انشالله که عزاداری های شما خوبان و عرض ارادت ها و عرض ادب های شما خدمت اهل بیت اصل و طهارت بالاخص آقای امام حسین علیه السلام مورد قبول درگاه خدای عزوجل قرار گرفته باشه. مفتخریم از اینکه یک بار دیگه از بهشت روی زمین، از کربلای معلا، از کنار حرم باصفای آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم، از خیابان قبله آقا امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم و قرار هست امشب هم با حضور مهمانی ارجمند معرفت خودمون رو نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت و بالاخص نسبت به یاران آقا امام حسین علیه السلام بیشتر کنیم. من در ابتدا مناسب میدونم اشاره بکنم به آیه شریفه که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و این عبادت محقق نخواهد شد الا با معرفت، معرفتی که نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام ان شاء الله به دست خواهد آمد. اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و مسلمین شریفانی، این استاد گرانقدر که شبهای گذشته و امشب افتخار داشتیم و داریم که در خدمتشون باشیم، عرض سلام و ادب داشته باشم و با حضور ایشون انشالله برنامه دیگه رو تقدیم حضور شما خوبان کنیم. حاجی شریفانی، عرض سلام بنده رو پذیرا باشید و اعظم الله اجورنا و اجورکم. الله بنده هم عرض سلام و ادب و عرض تسلیت و تعزیت دارم محضر مقدس منبر آقا و مولایمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان و محبین و عزاداران و علاقمندان آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام در سراسر عالم، از این حسینیه جهانی خدمت همشون سلام میکنم و دست و صورت اونها رو میبوسم. خدا حفظت بکنه انشاءالله. حاجی شریفانی، از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. بندگان عزیزم که الان در اقصا نقاط این کره خاکی نشستن و برنامه رو خوشبختانه از طریق دو شبکه شیعی، دو شبکه شعائری، دو شبکه موالی اهل بیت اصل و طهارت، یعنی شبکه امام حسین علیه السلام و شبکه مرجعیت تماشا میکنن، مطمئنن الان دلشون کربلاست و جا داره با صدای گرم شما و رسای شما در حق آقای امام حسین علیه السلام ابتداعا عرض ادب بکنیم خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و بعدش انشاءالله وارد جریان بحث اصلی خودمون بشیم. بفهمم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آقا جان مولای من دولتون یافت که در کوی تو سر داد، ولی این قبا راست نبر قامت هر بی سر و پا، چه کردن اصحاب تو یا ابا عبدالله، رفت بر عرشه نی تا سرت ای عرش خدا، کجا
کرسی و لوح و قلم بهر عزای تو به پاس حسین جان آقا جان صلی الله علیکم و رحمت الله و برکاته. احسنتم، خیلی ممنون و متشکر و انشاءالله که خدا از ما بپذیره این عرض ادب رو خدمت سرور و سالار شهیدان آقا عبدالله حسین علیه السلام. حاجی شریفانی، انسان به دو بعدی بودنش معروف است، یک بعد روح و یک بعد جسم، و خدای عزوجل تعالیمی که برای بشر داشت در قرآن یا توسط آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرستاده، هم در بعد روح و هم در بعد جسم برای انسان تأثیرات و ثمراتی داشته. خب این چند شب هم که ما در خدمت شما هستیم راجع به نصرت اهل بیت عصمت و طهارت صحبت شد و بزرگترین نمونه و بهترین الگو رو شما اصحاب آقای امام حسین علیه السلام ذکر کردید، همونطور که خود آقای امام حسین علیه السلام میفرمایند من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. خدا حفظم بکنه. میخوام ببینم این نصرت اهل بیت به شکل جامعش، به تمامی اشکالش، چه جهاد باشه، چه علمی باشه، چه فرهنگی باشه، آیا تأثیری بر روح و روان و زندگی روزمره، یعنی دو بعد روحانی و جسمانی انسان داره یا خیر؟ ممنون میشم اگر خواهش کنم. عرض شد که ما در یک جمله میتونیم اینجور بگیم که انسان یک موجودی است بسیار شرافتمند. کلاً انسان موجود شرافتمند و در بین موجودات خیلی با ارزشه. خدای عزوجل وقتی که آسمان ها را آفرید، بهش را آفرید، زمین را آفرید و این کاخ با عظمت هستی را آفرید، بر خودش فتبارک الله احسن الخالقین نگفت. ولی وقتی که بشر را آفرید، انسان را آفرید و گل سرسبد وجود او را قرار داد و تکریم کرد، آیه تکریم در حقش نازل کرد، ولقد کرمنا بنی آدم، که ما این فرزند رو بر بسیاری از مخلوقات ترجیح دادیم و رجحان دادیم بهش. لذا موجودی است این انسان بسیار شرافتمند، یعنی بما هو انسان. با قطع نظر که فعلا هنوز خودش دستخوش آلودگی های محیط نکرده، خودش و خودش به ماهوه ارسلت که انسان موجود شرافتمنده. این یک. دوم این که در این حال حقیقت جوست، در این حال علم دوست است، حقیقت یاب است، فضیلت دوست است، از فضائل انسانی و فطری استقبال خوشش میاد. دقیق فهمیدی؟ اکنون این که این گونه هست، البته به شرط این که نزدیک ابلیس و ابالسه و شیاطین نره. اگر نزدیک اونها تمایل کرد و رفت و کسی نبود که به او جهت بدهد، خب اونم اگر رفت طرف ابلیس و شیاطین، اونا نمیذارن هر صورت که این کم بیاره، سرویس دهی میکنن بهش. لذا قرآن فرماد در چهار مورد، یا در بعض جا یا ایها الذین آمنوا، در بعض جا دیگه در صفات مؤمنین نقل کند که لا تتبعوا خطوات شیطان. همش هم از لفظ شیطان به صورت مفرد استفاده میکنه. لا تتبعوا خطوات شیطان فانه لكم عدو مبین. در هر تو چهار تا آیان تعلیلش رو با فا که بر سر ان در میاد در مقام تعلیل واقع میشه، اما چون که این عدو مبین است، دشمن آشکار، خب این انسان با این ارزشمندی و این حقیقت یابی و این حقیقت دوستی
و فضیلت دوستی، این اگر تمایل پیدا کرد اون بنا کنه سرویسته ای کرد. یک مرتبه اون نمیاد بگید که فضائل بده، علم بده، هرگز نمیاد. اون سیاستهاش گام به گامه. لذا قرآن هم فرماد لا تتبعوا خطوات، خطوات جمع خطوه است به معنای گام. نزدیک نرو، نزدیک بری یه قدم میری اون دو قدم تو رو جذب میکنه و یک مرتبه کار به جایی میرسد که اصلا اون ماهیتت از بین رفت. یه حقیقت یاب نیستی، فضیلت یاب نیستی، علم دوست نیستی، راستی دوست نیستی، دیگه با فضائل انسانی فاصلهی بسیار دور گرفته. رو این جهت این انسان با این دفینه هایی که خدای عزوجل در نهاد او مدفون کرده، دفینه کرده، به قول امیرالمومنین دفینه کرده، از سوی عصمت نداره، از سوی اینها دست نزده است. این دفینه ها خودشان میداند که چیزهایی دارد، نمیتونه را شکوفاش کنه، ازش استفاده کن. بقیفاً اینجاست که یک دنبال یک ابزاری میگردد و یک ابزار نیاز هست که این لبیکی که این فریاد حلم ناصری که این فضائل و مناقب درونی انسان در گلوش گیر کرده و خفه کننده است، یه جوری یک کسی را میخواد که لبیک به این ندا بدهد و این دفینه ها را یکی بعد از دیگری شکوفا کنه. این خصوصیت انسان که اینها را دارد، ولی دنبال یک چیز ابزار میگرده که این دفینه ها هر چقدر که شکوفا بشه و به کار زده بشه و در جهت تعالی انسان استفاده بشه. یکی از اون مواردی که از موارد خیلی عالیش، از مصادیق و از ابزارهای خیلی بزرگش، نصرت الحسین صلوات الله علیه هست که این عزیزان و این بزرگواران اصحاب امام حسین که ما اگر سالیان سال پیرامون اینها صحبت کنیم به کمتر اشعه ای و پرتوی از این خورشید با عظمت و نورانی این بزرگواران شاید راه پیدا کنیم. لذا بله، عرض شود که نصرت امام حسین، کلن نصرت الهی که همون نصرت امام حسین هست، بله این منشأ میتوند بشد در انسان برای شکوفایی این عرض شود که دفینه ها. بهترین عرض شود که شکوفا کننده همین نصرت امام حسینه. نگاه کنید به اخلاق و رفتار شهدای کربلا، هست در کتاب‌های رجال و تاریخ هست که چه انسان‌های شرافتمندی بودن. حالا در این زمان ما ببینید، در همین زمان ما فعلا اون قضیه جنگ و اینها در سال 61 بود و یک بعد از ظهر تا غروب بود تمام شد. بله، اما از اون روز تا به الان شیعه داره دیاری امام حسین میکنه. در همین مشایه پیاده روی که مردم از اقصا نقاط عراق و کشورهای شیعه نشین و غیر شیعه نشین اطراف و حتی از چند قاره‌ای که در دنیا هست میان در یک نقطه و در این محتشد عظیم، در این رستاخیز بزرگ و بهشت‌گونه‌ای که مردم در این طریق‌ها و جاده‌ها و این موکب‌ها و این مردم نازنین و عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی و با مرام و با غیرت و با وفای شیعه عراق مردم ازشون می‌بینن، ببینید اصلا تو موکب‌ها چه خبر. غالب افرادی که میان اینجا یک مرتبه ظهور امام زمان رو میبینن. بهش مگه چیه؟ همینه دیگه. لطف، رحمت،
رأفت، انصاف، انسانیت، عقلانیت، هر چه که بگی در این طریق زیارت الحسین علیه السلام هست. دیده میشه بله. کجای این عالم به این بزرگی کسی سراغ دارد چنین چیز رو؟ البته. بیاد بگه، ما حرفمون رو پس میگیریم که نه کسی سراغ دارد و نه ما از حرفمون عقب نشینی میکنیم بر فرض محال. بله. کجای عالم کسی چنین چیز رو سراغ داره؟ البته. بیاد بگه، بیاد بگه کجای عالم شما ابوالفضل عباس صلوات الله علیه رو نگاه کنید، ببینید اون ناپاک نامرد 4000 بر اطراف شریعه فرات مأمور گماشته. فکر کنید، ببینید 4000 آدم کم نیست، خیلی بله. کم نیست برای مقابله با یک نفر. این کربلا، این حرم سرای امام حسین که میدان نبرد همینجا بود، این تل زینبیه، این خیمگاه امام حسین، این هم شارع الصدره اون طرف که در دست اونها بوده به. و اون هم اون قسمت که شریعه فرات نهر علقمه بوده. خب اگر در این منطقه را کلن دور تا دور اینجا را اسب و انسان بگمارن با 500 تا با 1000 تا پر میشه، ولی بر یک قسمت 4000 چه دیوار گوشت و آهنی درست کردن برای خاطر آه. در لحظات آخر، نه در روزهای اول دوم و سوم، نه در مثلا صبح عاشورا، عصر عاشورا که دیگه هیچ کسی برای امام حسین باقی نموند، اومده وداع کنه بره میدان، حضرت فرمود که صدای الاتش این بچه ها مرا آزرده می کنه، اگه ممکنه آب برای اینها فراهم بکنه. حضرت اومده رفته وسط آب، اینجا مهم، یک وقت یه آبی رو یک کسی فتح می کنه با 200 نفر آدم، با 20 نفر آدم. خب حالا مثلا اون کسی که زیر مجموعه، بقیه زیر مجموعه حسن، رفته وسط آب، آب رو فتح کردن، حالا یه کفی آب مثلا میخوره، عیب نداره، بلکه کسی خورده نمیگیره. بله، ولی که خب بقیه هم مثلا میگن شاید ما هم بیام با هم بخوریم، ولی این قضیه نبود. خودش به تک یگانه با زخم هایی که به بدنش افتاد آب و فرد کرد، رفت وسط آب، آب سرد، خنک، آبی که قرن هاست از کوه های سوریه میاد و از آهسته از وسط این کشور رد میشه، درست؟ دریاست. رفته وسط آب، کفی از آب برداشت، کفی از الان یک مشت آب رو ما 3-4 تاش رو توی استکان چایخوری بریزیم پر میشه، یک کف آب، کف دست انسان چقدر آب میشه؟ این مقدار آب، نه یک مشک، نه یک پارچ، نه یک لیوان، یک کف برداشت. سقایی که خودش آب رو فتح کرده، اگر میخورد حروم بود؟ نه، البته مباح، نهایتا مباح، ولی بیاره تا نزدیک دهان، یادش بیاد از لب تشنه امام حسین و فرزندانش، این مقدار اندک آب که در اثر حرارت دستم گرم شد، این آب رو آب بریزه. یا حسین، بگید در کجای این کره خاکی از صدر خلقت تا اون زمان، تا اون عصر عاشورا و از اون عصر عاشورا تا الان، مثل ابوالفضل عباس کی میتونه بیاره؟ برید بیار یا ابوالفضل، نمیتونه بیاره. خب این حمیت، این وفا، این غیرت، این شهامت، این شجاعت، این کرامت نفس، این سخاوت، هر چی که اسمشو بذاری، مردم دارن در این طریق رفت و آمد میکنن. این موکبان برگرفته از اخلاق حضرت ابوالفضل و دیگران هست. مردم اینها رو، این صحنه ها رو میبینن و به فکر، این که به فکر میفته دفینه دارد شکوفا میشه. میبینی خودشان وای مستد کمک میکنه، میبینی اون سرباز هم سرشو گذاشته به دیوار موکب
در حالی که مجهز و مسلح هست برای نگهبانی های مخصوص خودش، داره زازار گریه میکنه. هر کسی از هر آب و خاک و ملیت و باورهای قلبی و عرصبت که رنگ رنگین پوست و غیر رنگین پوستان و فارسی و عربی و پشتو و اردو و انگلیسی و آلمانی و اینا که هستن رو زمین میان. دیدید که آقایون مسیحی ها از امریکا میان، از انگلستان میان، از داخل عراق میان، از ایران میان، از واتیکان میان، در همین بین الحرمین میان. تا اینجا اون صلیبشون و اون زنارشون رو بر کمر و اون صلیب بر دست میرن به حرم امام حسین، صلیب رو میذارن کنار. غالب اونها همونجا با صلیب خداحافظی کرده. یا حسین، ان الله اذا اراد به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. صلیب خداحافظ، هدایت آمد، صلیب این سلام بر این امام حسین و این راهی رو که ما از محلمون آمده ایم اینجا به عنوان نصرت مظلوم در عالم، همین عرصبت که انسانیت ما را، علم ما را، حق جویی ما را، حقیقت یابی ما را شکوفا کرد و اون چرا که باید بفهمی فهمید. اون زن فرانسوی میادش، بعد در همین بین راه، طریق راه دیدی که مکشوف عرصبت که رأس و بدون حجاب، خب به سبک سیاق خودش، ولی وقتی که مقداری در یکی دو موکبی پذیرایی میشه، یکی دو شب در این مشای شرکت میکنه، آهسته آهسته رو سری میاد رو سری. کسی بهش نگفته خانم اینجا حجابت حفظ کن، نه کسی نه نمیگه کسی. مشایی که من دیدم، حیوان عجله کمولا، سگ از بصره تو قاطی این مردم دارد میاد بیاد، اینا دارد میاد بیاد، میاد تا کربلا میاد این حیوان. هیچ کسی هم کارش نده، کسی هم کار بیمسنه. گربه ها من دیدم سر راه گرفته خوابیده، میگم مردم موازشو پاتون رو حیوان نگذاری. یعنی اینقدر احساس امنیت و آرامش میکنه. حالا این ما حیواناتشو گفت، یه انسان که گل سرسبد وجود هست که جای خود رو داره. این خانم چند تا موکب رو که اومد، آهسته آهسته رفت تو چادر و رفت داخل حجاب، صحبت کرد، اعلام کرد به دنیا که من دیگه اون خانم فرانسوی قبل نیستم، دیگه نرفت عراق. و در همین کربلا فوت کرد و در یکی از همین بین این عرصت که ستونهایی که در بین راه هست، عمودها، عمود چنده؟ خدا اطلاع ندارم، خاطر در یک کنار عمودها، گفته همونجا من کنار همون عمودها دفنم. الان قبرش شده زیارتگاه این جمعیتی که از سراسر عالم سر قبر این خانم فرانسوی هم میان. دقیقه فهمید. حالا نمونه ها، من این به عنوان نمونه عرض کردم، اگر کسی بخواد اینا را احصا کند، شمارش کنه، بنویسد، مدیریت کنه، جمع‌آوری کنه، خدا میدونه چقدر بشه. خدا پس نصرت امام حسین یعنی یاری کردن آقا ابی عبدالله علیه السلام به ما هو یاری کردن، خودش منشأ بسیاری از خیرات و برکاتی هست در انسان، چون خیرات و برکات در انسان دفینه هست و این زیارت الحسین، یاری کردن امام حسین، اون دفینه ها رو شکوفا میکنه. بسیار خیلی ممنون. و اون دفینه ها که شکوفا بشه، در نتیجه خودش آثار معنوی و مادی چه بر حیات دنیوی و چه بر حیات اخروی شخص خواهد داشت و شخص رو انشاءالله بهشتی میکنه. خیلی ممنون و متشکرم آقای شریفی نیا. ما این آثاری که میفرمایید، همین دفینه هایی که فرمودید الان شکوفا میشه و به این تعبیر ازش استفاده کردید، آیا ما
دلیل شرعی هم بر این شکوفا شدن و اثر گرفتن از نصرت اهل بیت داریم یا نه؟ یعنی آیا ما کلام شرعی در کلام احاد در روایات کلام اهل بیت یا در آیات مطلب شرعی داریم که بگه اگر شما نصرت بکنید مثلا اهل بیت رو فلان نتیجه میرسید، فلان پیشرفت حاصلتون میشه، فلان استعداد در شما مثلا شکوفا میشه؟ این که نه، این دیده شده فقط. ببینید نصرت امام حسین صلوات الله علیه با بشر چه کار میکنه؟ با بشر داره دفینه هاش رو شکوفا میکنه. اون دفینه ها چیه؟ یکیش علمه. علم چیز خوبیه. اینایی که مثلا علمم ندارن بهشون گفتن تو عالمی خوشش میاد. بله، چون فضیلت چیز خوبیه. کسی هم کم عقل هست کسی بهش گفت چون تو آدم غیر عاقلی هست خوشش میاد. همطور کسی که علم دارد یا عقل دارد بهش گفتن بی عقل بدش دارد نافهم بدش میاد. چرا؟ چون که جهل خودش به موقع یه چیز منفوری هست و عدم العقل کاستی عقل چیز بدی هست. خب الان این یاری امام حسین میاد این علم را که در نهاد انسان هست شکوفا میکنه، این دفینه را از زیر خاک میاره بیرون. آیا به علم دستور داده شده نشده؟ الا ماشاءالله خلق الانسان علمه البیان، خدای عزوجل خلق کرد این را، یعنی به این جنس بیان داد. به چه ابزاری کسی میتوند اندوخته خودش و معاف ضمیر خودش رو بیان کنه؟ بگه به واسطه زبان. بدون علم که نمیشه کسی صحبت بکنه، که هر حرفی که کسی خواست بزند اگر میخواد لباس حجیت بهش پوشیده بشه و شنونده ای او را بگیرد باید به علم برگرده. بله. علم کجا گیر میاد؟ جز در خانه محمد و آل محمد که عصمت دارن، عصمت دارن، نمیدانم نمیگوین، از روی شک حرف نمیزنن. دقیقاً علم اینجا هست. پس وقتی که انسان به اهل بیت میرسد اون استرس درونیش آروم میشه، میگه نه دیگه اینا شکی نداره. حرف های تمام اهل عالم با شک مواجه هست. چرا؟ چون که اثبات نداره، ممکنه از اشتباه بکنه، اما اینا اشتباه نمیکنه. قرآن چقدر داد میزنه مردم رو به علم فرا میخونه، علمه البیان یکی از این. نون و القلم، خدا به قلم در قرآن قسم میخوره. حالا بگذاریم از این که رسول خدا فرمود قلم بیارید، یک کسی میگه قلم نیارید، این میگه قلم بیارید، قرآن حرف از قلم میزند، قسم میخوره به قلم، قلم میخورد. اون بدبخت نادان، حضرت که جاهل نادان حرامی، میگه قلم نیارید، قلم و دوات نیارید. در هر صورت قرآن فرماد که به قلم قسم میخورد. قرآن فرماد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هرگز اهل علم و غیر اهل علم، اهل دانش با غیر دانش پژوهان و دانشوران با غیر خودشون یکسان نیستن. پس این ارزش هایی است که خدا داده. همطور روایات ما در کتاب های روایمون یک قسمتی داریم به نام کتاب العلم. بله. کتاب العقل و الجهل. و در تمام اینها در صورت مدح و ستایش عقل و علم رو کرده و مردم رو به سمت و سوی چیز یاد گرفتن و علم فراخوانده. خب این دفینه را نصرت امام حسین ارشد که چی میکنه؟ شکوفاش. یکی دیگه تقواست. تقوا یکی از ارشد که دفینه هایی است که در انسان هست، که انسان به خودی خود این زمینه را هم دارد. زمنان همطور که خدا حس ورع و پاکی رو به انسان میدهد، زمینش هم به انسان میده. منطقه انسان دنبال یه زمینه میگردد که این حس رو بزند به کار. این از چه طریقی؟ از طریق همین نصرت امام حسین. دلیل شرعی
ببینید چقدر دو قرآن فرمود و من یتق الله یجعل له مخرج. این همه اتق الله های قرآن در نهج البلاغه امیرالمؤمنین صحبتی میخواد بکنه، اولش اتق الله، دقیق فهمید، مردم رو دعوت به تقوا میکنه، چون در تقوا همه چیز هست. یکی از چیزها که ادله الا ماشاءالله در تقوا هست. و در آیه که میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، در اینجا هم وعده الهی است که اگر به نصرت و یاری خدا بشه تابید، خدا هم شما رو یاری خواهد. بله ببینید الان مثل هم مثال خوب بود که شما زدید، قرآن هم همین هم میگه، فرماد که در یه جا جمع بین علم و تقوا کرده، فرماد که اگر که شما تقوا پیشه کنید اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا داشته باشید خدا به شما علم آموزه. پس علم و تقوا این دوتا با هم دیگه دست و گردن هم هستن و با هم دیگه دلبستگی دارن. عرصیبت که یکی دیگه از صفاتی که یعنی ما تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، همین بیشتر وقت خیلی متاسفانه فرصت کوتاه هست و به قول معروف میگه دست ما هم دور هست از این معارف بلند، ولی به اندازه که در توانمون هست انشاءالله استفاده میکنیم. در 4 دقیقه اگر صلاح بدید آنچه خلاصه از مطالبی که بیان فرمودید رو هم جمع‌بندی فرمودید، من ممنون میشم. بله یکی دیگه عرصه که وقتی انسان یاری کرد امام حسین علیه السلام رو، مثلا در این ایام به عزای امام حسین احترام میگذارد، یاری امام حسین میکنه، این خودش نوعی یاری امام زمانش میشه، نوعی انسان رو فرام کنید که خب امام زمانت امروز کیه؟ امروز حسین زمان کیست؟ حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه شریف. همانطور که اون اصحاب به ندای امام حسین لبه گفتن امروز امام زمانت از تو چی میخواد؟ پس عرصت که عزادار امام حسین خود به خود منتظر فرج میشه، خود به خود امام زمانی میشه. این نمیشه یه کسی عزادار باشه ولی نسبت امام زمان کوتاهی بکنه، نه چیزش نگینه، نه میگه که اونا به امام چرا من همه از خودم فعالیت نشون میدم؟ برای خاطر که این شهدا دور امام زمانشون فدا شدن. امروز ببینم امام زمانم چه میگه. حسین اون زمان فرزندش حضرت بقیت الله از جلال الله تعالی فرجه شریف این زمانه، فرق نمی کنه. دقیق فهمید. پس یکی این که خود به خود انسان به سمت و سوی گرایش به امام زمان و انتظار فرج، انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج من افضل العبادت. امام سجاد فرمود بله. عبادتون چیزیست که انسان دوست می دارد، افضل عبادت انتظار فرج. دقیق فهمید. و روایاتی که در شأن مدح فرج امام زمان هست و خود امام عصر که خودشون فهمیدن اکثر الدعا به تعجیل الفرج نفی ذالک فرج. اصلا نفس این که منتظر فرج هستید و امام زمانی هستید، نفس این کار درش فرج هست. حالا فرج اینجا یه معنای لغویش رو بگیریم یا معنای اصطلاحیش رو، معنای لغویش هم گشایش هست، یعنی گشایش امور خودتون درش هست، و یا معنای اصطلاحیش رو بگیریم که فرج آقای امام زمان باشه. دقیقاً در هر صورت ارشد که انتظار فرج هم به نفع خودت است، هم موجب توجه امام زمان میشد به تو، به تو که توجه میشه، یعنی به اون دفینه ها توجه میشه، و هم ممکنه که اصلا فرج انجام بشه. بله پس همه اینها در یک عزاداری امام حسین و نصرت امام حسین خلاصه میشه، و ها کذا موارد دیگه که شما فرمود فرصت تمام شد. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. بله فرصت رو به پایان هست و راه‌های نصرت اهل بیت اصالت و طهارت همونطور که بیان فرمودید متعدد هست. من همونطور که شما صحبت می‌فرمایید در این 1.5 دقیقه پایانی، 1 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست. نه 1 دقیقه شد. 1 دقیقه. بله. تو عرض بکنم که یادمون نره از فرزندانمون، از شیعیان آینده، نسل‌های آینده که باید فرهنگ حسین دوستی و محبت اهل بیت اصالت و طهارت به اونها منتقل بشه. حاج آقای شریفانی در
این ایام که متاسفانه فضاهای مجازی و شبکه‌های زاله و تفکرات پوچ و بیهوده و مسموم گرداگرد ما رو فرا گرفته، فقط و فقط آقای امام حسین علیه السلام و توسل و تمسک به آقای امام حسین علیه السلام هست که میتونه راحت بگم گارانتی بکنه و تضمین بکنه ایمان بچه های ما رو. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امشب هم قبول زحمت فرمودید و مطالب ارزندتون دید و قلب ما رو به نسبت به امام حسین علیه السلام و اصحاب حضرت روشن‌تر کرد. انشالله که همه ما از شیعیان و موالیان و ناصران حقیقی آقا امام حسین و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجش شریف باشم. اجازه بفرمایید من از شما خداحافظی بکنم و ادامه این بحث رو انشاءالله به شب دیگه موکول. بینندگان عزیز ارجمند، سروران گرامی، از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. هر کجا که هستید التماس دعا دارم. و یا علی، مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من